بسم الله الرحمن الرحیم پرسیدم از قلم که کدامین کلام نقض در مجمعی حروف الف با سرامد است فوراً بر روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور و صحتمند بوده زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تا عبادات بندگیهایتان قبول و مقبول درگاه احدیت با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری با موضوعی چستی و چرایی خشونت خانوادگی در افغانستان روبروی شما خوبان و عزیزان هستم و در خدمت استاد ارجمندم جناب استاد مختاری کارشناس امور دی جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمد. سلام سلامت باشین سلام سلامت باشین تشکر بندم خدمت شما و بلندگانی عزیزی شما سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم تشکر استاد به خیر باشین خیلی ممنون از اینکه تان رو در اختیار برنامه وقت بیدار قرار دادین و ما هم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم استادم طور که عرض کردم موضوع بحث ما چستی و چرای خشونت های خانوادگی در افغانستان هست از اینجا شروع میکنیم از تعریف خانواده و چستی خانواده در خدمت بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لکم من انفوسکم ازواجن لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتن برحمه اگر بخوایم خانواده را تعریف بکنیم خود خب تعریف های مختلفی صورت گرفته اگر بخوایم ما اخلاق در خانواده خشونت در خانواده رفتارهای خانوادگی و روابطی که در میان خانه و خانواده است اساسی و ریشه‌ای بررسی کنیم و همینطور برسیم به سیاست خانوادگی در کشور عزیزی ما افغانستان اخلاق خانواده در کشور عزیز ما افغانستان این را میطلبه که ما اساساً خانواده را به صورت ریشه‌ای یک مرتبه بیان بکنیم، خانواده شامل چه مواردی میشه و تعریف خانواده چیستی خانواده چیست خب جامعه شناسان و محققین و دانشمندان تعریف‌های مختلفی از خانواده کردن که البته تعریف‌ها ممکنه از جهات متفاوت باشه چون هر دانشمندی یا هر محققی یا هر جامعه شناسی خانواده را مطابق با اون جامعه ای که زندگی میکنه تعریف بله کرده از این جهت تفاوت وجود داره با تعریف که اسلام از خانواده کرده مثلا بعضی ها گفتن خانواده یک گروهی است که اونجا نهاد یا گروهی است که انسان در اون متولد میشه خب این شامل ممکن مجموعه از عناصر افراد مؤلفه ها بشه یک تعریفه که پس یک گروه یک نهاد نهاد یعنی یک گروه یک مجموعه از انسان ها که انسان در اونجا متولد شده باشه خب به این خانواده گفته میشه بعضی آمدن گفتن خانواده افرادی هستند که بالاخره از طریق خود مجموعه افرادی یا یک دسته از انسان هایی هستند که از لحاظ از طریق خون با هم متصل هستن نسبت خونی دارن مثل مثلا فرض کن برادر دو تا برادر یا با. پسر عمه پسر خاله یا همینطور اقوامی که به نحوی به یک تیره و به یک ریشه برمیگردن اینا مجموعه اینا میشه خانواده گفت سازمان ملل هم یا مجموعه های فرهنگی سازمان ملل هم یک تعریفی در ارتباط با خانواده داره خانواده عبارت است از یک گروهی یا یک نهاد یا یک مجموعه انسان‌هایی که اینا دارای سه معلفه از سه طریق با همدیگه نسبت پیدا میکنن نه. یک گروه اجتماعی هست که از نسبتشان از سه ج... مجرا صورت میگیره یا این نسبت از طریق خونه بالاخره هم خون هستن با هم دیگه بالاخره از یک پدر, پدر مادر, در یک نهایت, نهایت, نهایت از یک پدر و مادر هستن حالا این یک پدر و مادر ممکنه فرزندانی نوهایی و بالاخره همین ادامه پیدا نه کرده نه باشه نه. مجموع اینا همه اینا یا پس از طریق خون هست یا از طریق فرزند خاندگی این نکته داره نه. یک, وقت یک وقت فرزند یک وقت فرزند خواندگی بالاخره ممکنه یک خانواده خودشان صاحب فرزند نه. نباشه فرزند یک کسی معمولاً دام... کمتر باش. ممکنه در... باشه ممکنه در باشه کسایی که صاحب فرزند نمیشن هستن از جاهای دیگه از پرورشگاه ها یا از کسانی که فرزند زیاد داره دروح. خب فرزند دا 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 میگیره به عنوان فرزند خانده به عنوان فرزند خودشان بزرگ میکنه خب این از با این تعریفی هم جزء خانواده محسوب میشه اما با بعضی دیگه از لحاظ خونی اگر ما خون رو میار بدیم این بچه بالاخره هم خون نیست ولی بالاخره در همین زیر همین سقف زندگی میکنه از منافع, منافع و مزار همین مجموعه یک نسبتی از این طریق پیدا کردم یکی هم ازدواج هست حالا این ازدواج هم دو نکته داره تعریف که در از این طریق صورت گرفته ازدواج خب بالاخره با توجه به فرهنگی که امروز مانمیده. در دنیای غرب هست ازدواج ممکنه های مختلف یا های مختلفی داشته باشه ازدواج نمیتونه در دنیای غرب امروزی ازدواج مثلا جنس مخالف بوده باشه ما ازدواج‌های بالاخره هم گرایی را در دنیای غرب داریم لذا اگر ما این تعریف را ملاق قرار بدهیم لذا در دنیای غرب ما این مسائل داریم که خب پس کسانی هم که اگر یک خانواده از هم جنس هم اگر بوده باشند که اینها ازدواج کرده باشند هم جز خانواده محسوب میشه اما خب این مقدمه گریز رو آوردیم تا ما تعریف سلیس و روان و جذاب و فطری که در دین هست و در دین اسلام مه. تعریف شده که اساسا تعریفی که در اسلام هست یعنی از روایات و آیات در حقیقت خانواده این گونه فهمیده میشه که خانواده عبارت است از که در واقع از مجموعه انسان هایی که در بد امر از ازدواج یک مرد با یک زن شکل میگیره خانواده هسته خانواده با ازدواج یک مرد با یک زن شکل می گیره که این مرد و زن منافع و بالاخره اهداف و منافع مشترکی داشته باشه و با تولید فرزندان تکمیل میشه پس دوست. اینجا تعریف چی میشه؟ اصل خانواده مرد و زن هست که با همدیگه ازدواج میکنه بهمنی. بحث ازدواج, ازدواج اینجا ازدواج مطرح آوات. نه این که در کنار نه اینکه بل اجبار در کنار هم قرار با ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد ولی بالاخره اهداف و منافع مشترک هم داشته باشه بالاخره نیات مشترکی را داشته باشه و در زیر یک سقف زندگی بکنن این میشه خانواده خب پس خانواده عبارت است از مرد و زنی که با همدیگه ازدواج میکنه و فرزندانی که اوره تکمیل میکنه خب سراند. بله هازی اگر به آیات روایات هم اگر ما بیایم مراجعه بکنیم اساسا امر ازدواج رو آدم اینطور برداشت میکنه از آیات روایات که میل به ازدواج یا زندگی ازدواجی یا زندگی خانوادگی یک امر فطری است اساسا این بحثه که انسان موجود اجتماعی است یا اجتماعی زندگی میکنه فرق است بین اینکه فطرتا یک موجود اجتماعی باشه یا اینکه اجتماعی زندگی میکنه مثل خیلی از حیوانات هم گروهی زندگی میکنه انسان هم در اثر نیازی که به هم دیگه داره احتیاجی که به هم دیگه داره گروهی زندگی میکنه در این بین بحث ازدواج هم همین سوال درش مطرح هست <applause> که اساسا امر ازدواج یا زندگی ازدواجی یک امر فطری است به فطرت انسان و به جبلی انسان برمیگرده به اصل خلقت انسان برمیگرده یا نه بر اساس نیاز هست چون مرد نیاز داره یا زن نیاز داره این نیاز سبب میشه که یک چنین اقدامی صورت بگیره خب از آیات روایات این مطلب استفاده میشه که پس زندگی ازدواجی و زندگی خانوادگی ازدواجی یک امر فطری است زا خداوند متعال در آیات کرمه میفرماید و خلقناکم ازواجن شما رو ما زوج خلق کردیم از این فهمیده میشه که اصل خلقت بر اساس زوج پایه گذاری شده نه بر اساس فرد و اگر در او آیه میفرماید که ما انسان را خلق کردیم بعد میگه و خلق همینطور در آیه کرمه می که والله خلقکم من تراب اول شما رو از خاک خلق کردیم و ثم من نطفه بعد بالاخره نطفه ثم جعلناكم ازواج باز بالاخره شما را زوج خلق کردیم یا در آیه کریمه دیگر خلق... و من نفس واحده یعنی از شیء واحد شما بهم. خلق شدید ثم جعل منها زوجا از همون شیء واحد زوجشم خلق شد پس بعضی زوج یا بالاخره ازدواج یا زوج و جفت زندگی کردن ای در فطرت انسانه روایات هم داریم که حضرت آدم که خلق شد احساس کرد که تنها در بعض روایات آمده حالا سندش بررسی نکردم که احساس نیاز کرد احساس کرد که تنهاست نمیتونه تنها زندگی مه. کنه و بالاخره و خداوند حضرت حوا رو خلق میکنه و در آیه معروفی که حالا این آیه رو من عرض بکنم مه. همطور که در ابتدای عرایز هم اشاره کردم و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم از واجن از نشانهای های تو خدا اینه که از جنس خود شما زوج شما آفرده شده یعنی این اینطور نبوده که مثلا زن از یک جنسی از یک متاعی خلق شده باشه از یک عنصری مرد از یک عنصری دیگه خلق شده باشه نکته ظریفی که در ادامه داره و جعل لکم و جعل بینکم مودتا و رحمت بین شما عشق و محبت قرار داریم همین عشق و محبت کانون خانواده را گرب میکنه سبب عشق می و محبت و دوام زندگی میشه و بالاخره خشونت ها دور میکنه که اینجا خب پس ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصل و اساس زندگی بر مبنای عشق و محبته یعنی محبت اصل اگر خشونتی ایجاد میشه خشونتی به وجود میاد خشونت آرزی میشه یعنی عامل بیرونی سبب میشه خشونتی شکل بگیره حالا این خشونت میتونه در درون خانواده باشه بین زن و شوهر بوده باشه بین پدر و فرزند بوده باشه بین مادر و فرزند یا در نه. در کل بین مثلا فرزندان بین خودشان تولید خشونت بکنه پس خشونت و ناراحتی و جنجال اینها امور آرزی هست او در نهاد و جبلی انسان نیست اصل و اساس انسان به صورت زوج و بر مبنای محبت و جعل بینکم مبدتا و رحمت یعنی اون تنابی که این مرد و زن به همدیگه گره میزنه و بلاخره این زندگی ادامه پیدا میکنه مثل تسبیحی که بلاخره دانه های متفرق در یک جا جمع میکنه اون تناب در حقیقت تناب محبت پس شاد مطابق تعریف دین مبین اسلام از خانواده دیگه شامل و ازدواج همجنسگرایی و فرزن خواندگی و اینها به صورتی عموم دیگه نمیشه دیگه اونا دیگه تخصصا بر اساس تعریفی که اسلام از خانواده داره اون نوع ازدواج ها اونا دیگه تخصصا خارج میشه چون بالاخره اینجا اساس ازدواج مرد و زن هست که این پایه است و تولید فرزندان بعد بالاخره اونا مکمل میشه شاخ و بسیار عالی بیننده های عزیز گرامی سپاس از امراهیتان میان برنامه کوتاه رو با هم میبینم و دوباره برمیگردیم بیننده های از گرامی دوباره خوش آمدید مثبت 964 780 255 413 پل ارتباط میان شما و برنامه ای به وقت بیداری هست نظریات ارزشمندتان را میتونه در طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید ادامه ای برنامه به وقت بیداری با موضوع چستی و چرایی خشونت های خانوادگی در افغانستان را بیننده هستید و همچنان در خدمت جناب استاد مختاری هستیم استاد مجدد خوش آمدید این سوال تعریف خانواده و چیستی خانواده استاد تا جایر پاسخ گرفت سالی که ساختار خانواده استاد مقررات یا همون مرزهایی که بین خانواده هست چگونه تعریف میشه چگونه مشخص میشه جایگاه هر کسی به تعبیلی بله یکی از مسائل مهم بحث خانه و خانوادگی مرزهایی است که در درون یک خانه یا خانواده تعریف شده یا تعریف میشه یا باید تعریف شده باشه هر کس حدود و سغوری خود رو بشناسه هر کس پای خود رو به اندازه گلم خود دراز کنه همیشه مشکلی که در جامعه ایجاد میشه عاملش اینه که هر کس پای خود رو از گلم خود بیشتر دراز میکنه گرفتن می هر چیزی سر جای خودش احسن هر چیز سر جای خودش قرار نمیگیره کار به اهلش سپرده نمیشه از اون چوکات ها میزنه بیرون لذا او زیبایی ره به هم میزنه از بین میبره مثل که در نه. موارد شهر میشی وقتی چراغ قرمز هست سرخ هست از این چراغ سرخ نباید عبور کنه و الا تصادفی ممکنه صورت بگیره چراغ زرد یک معنا داره چراغ سرخ دیگه معنا داره چراغ سبز هم معنای خاص خودش را داره این قانون و مقررات در همه جا هست چون در جایی که قانون نباشه هرج و مرج و آنارشیزم هست قانون جنگل حاکم میشه در اون صورت سنگ روی سنگ بند نمیشه لذا محیط خانه و خانواده هم این گناه باید بوده باشه خب تعریف هایی که بالاخره چوکات ها یا مرزهایی که صورت گرفته خب این مرزها ها ممکنه در به سه حالت ممکنه قابل تصور باشه به. یک سری مرز ها مرز های خیلی خشک و منجمید و قطبی هست مرز های به شدت خشین حاکمیت مطلق فرد بالاخره که اینجا برای بقیه دیگه مرزی باقی نمیمونه یک مرزه یک حکومه به. یک قانونه بالاخره حرف اول و آخر یک نفر میزنه حاکم بزرگ حاکم بزرگ <applause> اینجاست که این مرز مرز خیلی خشک و خشین و شکننده است ای تا یک یک وقتی ممکنه قابل تطبیق هم باشه تا وقتی این قدرت هست چون قدرت بشر دائمی نیست روز به روز بالاخره قدرت تحلیل پیدا میکنه قدرت هایی که پنهان هست آشکار میشه مثلا کودکی که پنج سال است میترسه تا ده سالگی هم میترسه تا چهارده پونزده سالگی هم میترسه کم کم ترس برداشته میشه دیگه او حاکم بزرگ ممکنه نتوانه اعمال قدرت بکنه فضا برای فرزند لاقل باز میشه یا همین وضعیت ممکنه نسبت به شریک زندگی یا مثلا همسر خانواده بوده باشه پس یک برداشت و یک حالت حالت مرزهای خشک و خشینی است که ممکنه در بعضی از خانواده ها وجود داشته باشه که مخصوصا در جامعه بسته و مداربسته افغانستان شدیدا این مرز در خیلی از جاها مخصوصا در اطراف وجود داره مرزهای کاملا خشین بالاخره پدر خانواده یا مرد خانواده همه کار هست و بالاخره همه چی باید بر وفق مراد و بر طبق میل ایشان پیش برده بشه دیگه نه مشوره ای وجود داره نه نگاه و نظر دیگران برای او ارزشی داره نه حد و مرزی برای این اختیارات و صلاحیت خودش میشناسه این متاسفانه همینا سبب خشونت میشه سبب ناراحتی و ناهنجاری ها میشه که در وقت و زمان خودش باز در برنامه های بعدی بنا داریم که در زمین ما بیشتر ما بحث بکنیم احش. یک تعریف دیگه یا یک حالت دیگه مرز ها مرز های نابهنجار هست مرز به هم تنیده و به هم بافته و مخلوطه آنارشیزمه یعنی مرزی چندان وجود نیست ولنگاری یعنی هست شانده شانده رها هست, یعنی یعنی رها رعایتی هیچ اصولی صورت نمیگیره اصول اخلاقی اصول رفتاری اصول تربیتی یعنی کسی نسبت به وظایف خو... تربیتی اینجا بحث ب... بیشتر بحث اخلاقی من. و تربیتی هست دیگه نسبت به وظایف تربیتی و اخلاقی خودش احساس مسئولیتی کافی و کامل نداره لذا ویل هست بچه یا اولاد رها هست بالاخره خودش رشد میکنه یا مثلا زن رها مرد رها هر کس دنبال کار خودشه مرد سری کارش میره زن سری کارش میره بالاخره کسی کار به کار همدیگه نداره اینجور یک فضای اوپینی مطلق بله یکی از نکات بسیار مهم و اساسی بحث حدود و سغور است که در محیط خانه و خانواده باید مورد توجه و مورد عنایت قرار بگیره بله و یقینا عدم رعایت این اصول سبب میشه که مشکلات و چالش ها و نهنجاری در محیط خانواده شکل بگیره و چون خانواده اساس و پایه اجتماع و واحد اجتماع است طبعا این سرایت میکنه به جامعه و به بیرون بله. اگر ما حدودها و مرزها رو در نظر بگیریم ممکنه اینجا حالا فرصت بحث همه اونها نباشه و یک وقت بحث بحث مرز حقوقی است که به لحاظ حقوق حالا یه حقوق بشر یا حقوق دینی اینا مرز هایی هست که مرد چه حقی داره زن چه حقی داره کودکان چه بهم. حقوقی داره اینا به لحاظ حقوقی بحث خیلی مفصلی داره یعنی وزیفش تعریف شده برای خودش. اینا کاملا مشخص اینا مرز هایی کاملا مشخصه در دین هم بیان شده در, در بیان شده و در, در حقوق هم بالاخره در علم حقوق هو. اصلا مدنی. اینجا یکی از بحث های حقوق حقوق خانواده است حقوق کودک است حقوق زن هست اینا مسائل است که بالاخره در جای خودش بیان شده یک مرز 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 عاطفی است که اساس و شالوده کانون خانواده را در واقع عاطفه مهر محبت همونطوری که در آیات قبلی اشاره شد و جعل بینکم مبدتا و رحمه این مهر و محبت از خود بالاخره یک مرز به خصوصی داره مرز لین و ملایمی داره پوشیشش پوششش فرق میکنه با مرز حقوقی چون حقوقی بالاخره تیز و برنده است هر کس حقش دیگه فرقی نمیکنه مثلا در مرز حقوقی زن وظیفه نداره که کار خانه را انجام بده اون نه. گونه که در اسلام تعریف شده مرد حق نداره رو مجبور به این کار بکنه زن به اسلام مکلف نیست که به بچه‌ای که به دنیا میاره شیر بده میتونه از مردش مطالبه حقوق بکنه مطالبه مزد بکنه ولی در مرز عاطفی دیگه این مسائل مطرح نیست دیگه اونجا بحث عاطفه است مهر و عشق و عاطفه مادری خودش او را میکشانه به سمتی که کودک خود رو در آغوش بگیره و او را بالاخره مورد مهر و محبت و مودت قرار بده خب اینها ها اصلی قسمت میکنه همی لایه عاطفی معمولا در خانواده همین مباحث همین چاشنی هست که زندگی ها رو دوام بخشیده و باعث دوام زندگی شده اگر ما بیایم فقط صرفا از مرز حقوقی وارد بشیم طبعا اینجا با بومبست ها و با چالش های زیادی روبرو میشیم خب یک مرز دیگه اینجا یک مرز تقریبا غبارگونه در این بین ایجاد میشه به نام مرز اخلاقی که یک سری اصول اخلاقی هم هست مهر هست عاطفه هست عشق و محبت هست از اون طرف حق و حقوق هست ولی یک مرز دیگه به نام اخلاق هم هست یک سری مسائل اخلاقی هست که در بین زن و مرد رفتاری که زن و شوهر با هم داره. داره اینجا یک اصول درست مهر و عاطفه است عشق موج میزنه ولی یک سری چوکات ها و یک سری پرده ها و حریم ها هم باید در نظر گرفته بشه در محیطی که در اونجا کودکانی است در حال رشد کودکانی از چشم بینا داره نگاه میکنه گوش های شنوایی هست ذهن جستجوگری هست که بالاخره مسائل رو میبینه مجموعه اینها بالاخره یک سلسله مرزهایی رو در درون خانواده و شالوده خانه و خانواده ایجاد, ایجاد بسیار میکنه. که هر کدوم اینها باید در بسیار نظر گرفته بشه شیرین و مهم همچنان جای صحبت در این جهس هست اگر اجازه بدین میان برنامه کتاب ببینیم بعد دوباره در خدمت شما باشیم تشکر بیننده های عزیز گرامی سپاس که نگاه های ناب و گرم را در این بخش از برنامه هدیه کردید پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید نرسد دیده بدبین به تو ای واده عشق که زهر آبله پا نگرانم تو را بیننده های از گرامی دوباره خوش آمدید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت اوی دز عزیزای دل که تازه به جمع بیننده های ما پیوستند شما بیننده ای برنامه به وقت بیداری با موضوعی چگونگی و چرای خشونت های خانوادگی در افغانستان هستید و در خدمت جناب استاد مختاری همچنان هستید استاد خوش آمدید در رابطه با ساختار مرزهای خانواده بس شد اگر صحبتی نمانده بریم سراغ سال بعدی نکته می‌خواستم ارز بکنم با استفاده از آیات کریمه الهی در همین خصوص مرز اخلاقی نه. ارز عرض کردم شالوده و اساس مهر و عشق و محبت هست اما این امر سبب نشه که یک سری جنبه های اخلاقی نادیده گرفته بشه لذا در دین داریم آیات قرآن اشاره میکنه که میگه باید شما زن و شوهر که با هم دیگه بالاخره ابراز محبت میکنن اینا در یک حریم خاص یعنی حریم هم نگه داشته بشه لذا نه. کودکانی که در اون خانه زندگی میکنه کودکانی که هنوز به بلوغ نرسیدن بالاخره هنوز تشخیص میدن مسائل رو نه. ولی به مرز بلوغ نرسیدن اینها مخ... وقتی وارد خانه میشن یا وارد اتاقی که پدر و مادر اونجا نشستن حتما باید در بزنن مخصوصا در بعضی از زمانها وقتی مثلا سر ظهر هست یا موقع مثلا شب هست یا نه. موارد دیگه دو مورد اشاره شده که در بزنه اگر به مرز بلوغ برسه مثل انسان های دیگه باید حریم نگه داره من بر برمیگرده به خانواده به پدر مادر کیره وقتی کودکی کی به به بلوغ نرسیده اونا باید جور تفهیم بکنه این چیزا رو یاد بده این, این, جو متوجه، این متوجه وظیفه بیشتر متوجه پدر در مادره درسته ای در بخشی بخش سوم که فعلا در خدمت شما هستیم در این بخش این مسئله باز میشه که بله خانواده یعنی که خانواده که در رأس پدر و مادر هست باید الگوی خوبی باشد این مسائل به کودکان و فرزندانشان آموزش داده ببه. بشه استاد به عنوان مثلا اولین نهاد مثلا تاثیرگذار در جامعه ایر باید خب از اون خانواده از اون پدر مادر شروع بکنه و همچنان استاد سوالی که در خدمت شما هستیم اهمیت و نقش خانواده در شکل گیری شخصیت انسان خب بله. فرد ش... شخصیت اول ما بیم شخصیت انسان شخصیت انسان شامل چی چیزایی میشه شخصیت این می... شخصیت فرهنگی انسان شخصیت معنوی انسان شخصیت اجتماعی انسان بالاخره شخصیت دینی انسان همه اینها را اول از خانواده الگو برداری میشه بعد جامعه کوچه و خیابان و بعد مکتب و دانشگاه و جاهای دیگه است رفتارهایی که پدر و مادر با هم دیگه دارن اینا تبدیل به یک الگو میشن این رفتارها مثلا به عنوان مثال اگر پدر و مادر در محیط خانه و خانواده اهل نماز باشه اهل نماز اول وقت باشه اهل قرائت قرآن بوده باشه این کودک طبعا از اونها الهام میگیره حس میکنه که این کار یک کار درستیه شاید همه خانواده این تجربه دا داشته باشه که وقتی مشغول نماز میشه مهر میگذاری ای این کودک هم که با اینکه بالاخره کودک میاد مثلا مهر بر میداره سرشه روی همون مهر میگذاره یعنی همون حرکات رو تقلید میکنه و همینطور کارهای دیگه اما اگر در یک خانواده ای ساز و آواز باشه در یه خانواده شراب خوردن یک امر عادی باشه در یک خانواده قماربازی و خیلی مسائل فسق و فجور بوده باشه اینها هم منشه آموزش و منشه شکلگیری شخصیتی کودک میشه بالاخره کودک نیفهمه دیگه ما در روایات داریم که حتی در بعضی چیزها رو من نمیدونم که مصلحت برنامه شما رو ایجاب میکنه خیلی جنبه عاطفی هست که وقتی ما پدر و مادر یا زن و شوهر بالاخره به نحوی ابراز محبت میکنن به گونه بوده باشه که این ابراز محبت اونها حالا در هر مرحله که باشن در مرأ و منظر کودک سبب انحراف جنسی کودک نشه بالاخره باید همه این جنبه ها و هی حریم ها در نظر گرفته بشه رفتارها همون گونه که از اون جهت تأثیر گذار هست از جهات معنوی و از جهات اجتماعی هم قطعا اینا تأثیر گذار هست دلست. یک انسان یک پدر و مادری که بالاخره شخصیت متینی داره شخصیت جا ای داره بالاخره عزت نفس داره دست تکدی به سوی هر کسی دراز در یعنی سخته ها رو تحمل میکنه به خال معروف دست نیاز چو میکنی به سمت دیگران دراز در پل ای که بگذاری از آبروی خیلی خب اگر یک خانواده یک مجموعه یک پدر و مادر یک سر ای دستش به هر سمتی دراز در باشه طبعا این اثر خودش میگذاره خانواده تنبل اهل کار نیست برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاویدانی نیست طبعا این روحیه به بچه اثر میگذاره خانواده ای که اهل مطالعه است در این خانواده اگر مطالعه رایج باشه کتابخانه رایج بوده باشه طبعا اینا روی فرزندان اثر میگذاره اینا اثرات خودش میگذاره ولی حاضر اعتقادی و دینی هم همینطور ما در آموزه‌های ما هست اینا در واقع این از افتخارات دین هست یعنی اولین آموزه های تربیتی از آدرس دین برای بشر بیان شده بعد اگر امروز دیگران مطالبی می یا مقاله های می یا کتاب هایی نویشته کردن چیزهایی هم بافتن و بالاخره گفتن در ارتباط با امور خانواده تربیت اخلاقی و امثال اینها منشه اینها دین هست حالا دین فرقی نمیکنه ادیان سلف بوده باشه یا دین م... دین مبین اسلام در روایت منصوبی به پیامبر عزیز اسلام فرمود الولد و یولد و علال فطره اینجا فطرت یعنی منظور معتقدی به دین یعنی خدا, خدا پرست فرزندی که متولد میشه اینها خدا پرست متولد میشه یعنی خدا را قبول داره اگر ما او بحث داستان عالم زر را هم در نظر بگیریم قبول داشته باشیم و او را در همین جا تطبیق بدانیم و اذ اخذ ربک من بنی آدم من من ظهورهم ذریتهم و اگر داستان عالم زر را که بعضیا به این نطفه تعبیر کردن خب پس فرزند بر اساس خلقت خداوند به طور طبیعی خداپرست و مؤمن متولد میشه یعنی خدا را قبول داره در باید. او الستو به ربکم قال بلا و شهدنا اونجا تعهد گرفته شده و این تعهد به او تفهیم شده پس باید. بر اساس تعهدی و ایمانی متولد میشه این ابواهو یو حبدانی و یونسرانی و یمجسانی این پدر و مادر ای که او را یا یهودی بار میاره یا نصرانی بار میاره یا یک دینی دیگه بستگی داره حالا این کودک در کدام خانواده متولد شده باشه آه. در خانواده یهودی متولد شده باشه اون یک یهودی میشه مثل صهیونیست ها کسانی که مثلا در این شهرک های صهیونیست نشین در خانواده یک صهیونیست بزرگ شده تربیت شده و برایش فلسطینی بالاخره یک دشمن درجه یک و کشتن فلسطینی رو برای خودش یک چیزی الله. یک چیزی یک عبادت میدونه زمین با چی جنایتی انجام بدن حالا گرچه از دایره بحث ما خارجه میخوام این روایت تطبیق بکنیم یک کسی که در خانواده مسیحی متولد میشه همینطور کسی که در خانواده مؤمن مسلمان نمازخوان متولد میشه قطعا اینا اثرات خودشه داره اثرات تربیتی اثرات اخلاقی خودشه داره در همه امور. در مقابل افکاری که هر کس را انجام میده یک سر مسئولیت های نسبت به او داره ای یک وقت نشه که یک بشه بیده که مثلا طرف در اسرائیل زندگی میکنه چون در او خانواده متولد شده و یک چیزهایی را به بد رسانده شده الان او با اسم که خلاص دنیا از آدم ها کشته شوی عقاید و, و مثلا فلسطین با او یک دشمن مثلا تلقی شه خودی هم نباید یک وظیفه داشته باشه یک انکاش بکنه یک تحقیق خوب. بکنه درسته از بس خارج ولی چون فرمودین یک وقتی گفتم یک چیز جای دیگه پیدا نکنه یک کسی نگوی که پس اون تقصیر نداره چون آه. در یک خانواده بوده که یک چیزایی به گوش اونا گفته شده هم فکر میکنه که با دشمن خود میجنگه دشمن هم هر کی باشه باید خلاصه نابود بکنه بله این اینجا میخوایم نقشی اثرگذاری خانواده ما در بحث بکنیم شما ببینید وقتی با اونا برخورد میکنن با چه قیز و غضب برخورد میکنن یک کلیپ رو نشان داد یک شهید فلسطینی افتاده بود این مامورین اسرائیلی با لگت میزدن با لگت به جنازه میزدن حالا تو او رو کشتی حالا لگت زدن تو چی معنی داره یعنی اونقدر قصا... قصاوت قلب وجود وجود داره مثلا یک مسلمانی که سرنهای دلخراش غصه رو ببینه عشق میریزه ناراحتی میکنه در همه جای دنیا ما دیدیم دیگه واقعا بارا بله، خودم بله. که دیدم عشق ریختم واقعا خب به یک مسلمان اینگونه گونه جلوی چش ما پرپر میگیم محیط خانه و تربیت خانوادگی اینا اثرات خودش داره اما بلی انسان در بین همون یهود ما یهودیانی داریم که این جنایت صهیونیست‌ها رو داره محکوم میکنن تظاهرات میکنن در آمریکا در اروپا و در جاهای دیگه ما بسیاری از یهودیان دیگه داریم که اینها بالاخره محکوم میکنن میخوایم از اصل اصلی دائره بحث خارج نشیم بحث اینه که رفتار پدر و مادر نوع سیاست گذاری که در او خانه وجود داره اینا روی رفتار اخلاق کرکتر منیش و رویش زندگی کودک اثر میگذاره و و این کودک بالاخره وارد اجتماع میشه نه. مثلا اگر رفتاری که در میان خانه رفتاری خشین باشه با خشونت باشه پدر با خشونت با مادر صحبت میکنه یا بالعکس اینطور نیست که همیشه مردها خشین باشه درست. ما در بعدی و گاهی وقتا ما زنهای خشین دیدیم که مردها در محاق مرن مردها در نقطه ضعف قرار میگیره برخورد خشینی که یک مادر با پدر داره خیلی رو کدک نگاه میکنه اینا بالاخره اینا تاثیرات خودش داره همینطور بحث افت بحث افت و پاک دامنی. یک مادری که با سر برهنه یا با حجاب بعد یا با بالاخره وضعیتی بعد حجابی که متاسفانه تا فعلا ما میبینیم در دنیای اسلام خب طبعا این روی او کودکانشان هم اثر میگذاره او دختری که مادرش به چادر میبینه او هرگز چادر سر نمیکنه و دختری که مثلا آستین مادرش برهنه میبینه دست مادرش تا مرفق برهنه میبینه طبعا او هم از او تقلید میکنه او دختری که مثلا مادرش میبینه ناخونای بلند و عقاب گونه روی ناخونش چسبونده و طبعا با او حال به حال بعد نمازم نمیخونه خلاصه اینا میبینه مجموعه ای این عوامل اثر میگذاره یا نه اون پسری که پدرش سر میز کرمبول میبینه سر میز قمار میبینه پسری که پدرش در حال نشه کردن و تریاک و شیره و هروین و یا خیلی چیزهای دیگه میبینه در حال شراب میبینه خب طبعا هم تحت تاثیر قرار میگیره و بالاخره یعنی این گونه رفتارها ما نمیگیم که استثناء وجود نداره طبعا استثناءات هم هست ما از خیلی خانواده های بد جوانهای خیلی خوب رو شاهد بوده ایم و بس. همینطور بالعکس هم بوده در از بین خانواده خیلی مؤمن انسانهای لات و ویلگردی هم بوده چون تنها در بحث تربیت اینجا معلفه های مختلفی وجود داره یک معلفه یک عامل عامل خانواده است خانواده است بعد اجتماع هست بعد مدرسه است مکتب دانشگاه هست. مجموعه ای اینها روی رفتار انسان اثر میذاره ممکنه آس. یک خانواده بی ایمانی باشه ولی این کودک در یک محیط معنوی قرار بگیره با یک رفیقی مثلا رفیق مؤمنی رفیق بشه اون مسجدی بشه و اهل ایمان بشه در حالی که پدر و مادر مثلا به شکل دیگه است مثلا آس. دختر میبینه مادرش به حجاب یا بعد حجاب اما دختر با حجاب شده ما داریم خب اصل سر اینه که چه بخواهیم چه نخواهیم یک سلسله رفتارهایی که در محیط خانواده جریان داره یا سیاستهایی که در فضای این خانه در کشوری به نام کشور خانواده حاکم هست این سیاستها قطعا اثرات وضعی و خودشه و اثرات روحی و معنوی خودشه روی رفتار کودکان میگذاره پس میتوانه خانواده تهداب و شالوده شخصیتی انسان رو شکل بده همونطوری که شما یک ساختمان ده. را که می‌سازید، هر چی زیربنایی این مستحکم بوده باشه زیربنایی قوی داشته باشه در برابر زلزله های با رشتر بالا استقامت درست. داره استاد با توجه به این نظریات را که فرمودین ای که مثلا در یک خانواده متولد میشه و خلاصه اگر مسلمان است مسلمان میشه و اینها یک وقتی نظریه ای که مثلا دین میراثی هست و ای را تقویت نمیکنه و از طرف دیگه هم در هر محیطی که باشه اما محیط تاثیر در جمع میتونیم خانواده به عنوان بزرگترین و منشه اصلی اساسی تاثیر گذار در یک شخص در بودهای اجتماعی و فرهنگی بدانیم یا نه نخ... یا که در هر جایی که زندگی کرد اونم تاثیر میگذاره نه اینطور نیست خانواده بالاخره پایه و اساس و تهدابه اینو کسی این کار نمیتونه بکنه نه. خانواده چه به لحاظ دینی و اعتقادی چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ سیاسی و رفتاری و مدیریتی نقش اول این مانو نقش اوله. اول داره او فوندانسیون و تهداب گذاری تهداب هست او شفته یا تهدابی که اصطلاحی که به اصطلاح ساختمان سازها انجینرها و مهندسها میکنن در ارتباط با تهداب پدر و مادره خب روبنا تاثیرات دیگه ای هم داره عرض کردم ممکنه عوامل دیگه ای هم اثرگذاره که ما فعلا در او رابطه ما بحثی نداریم بحث, بحث سر نقش خانواده است خانواده در شخصیت انسان اثرگذار هست همون گونه که در شکل شمایل ظاهری انسان اثرگذاره شما ببینید کسی قیافه دختر به مادرش میره پسر به پدرش میره جه. یعنی کاملا این ساخته ها و سازه ها اینا تاثیرگذار هست دیگه به هاذ روحی و روانی هم همینطور استاد اگر اجازه بدین بحث های روحی و روانی شه ان شاء برنامه دیگه در خدمت شما هستم اونها رو بس بکنیم وقتی ما تمام هسته و خلاصه اگر عمر بود قطعا این موضوع و بحث خیلی بحث شیرین و از طرف هم خیلی مهم هست انشالله در خدمت شما خواهد بودیم تشکر اینشالا. از حضورت انشالله که خیلی سلامتی و راحتان باشه همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی که هنوز من نبودم که تو در دل دلم نشستی تو نمیست آفتابی که حضور و غیبت افتد دیگران روند آیند و تو همچنان که هستی بیننده های عزیز گرامی سپاس از اینکه این با ما همراه بودید این بود برنامه امشب وقت بیداری تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه ای بعد همیتان و به الله پاک بیه هم تا می ایام به وقت خوش خدا نیاد